امیدوارم که بتوانم با فدای جان ناچیز خودم که هدیه‌ای ناقابل است، قسمتی کوچک از وظیفه‌ای بزرگ را که در قبال خدا و خلق و به شکرانه این هدایت و نعمت بزرگ بر دوش دارم به انجام برسانم. و ای کاش هزاران جان دیگر داشتم تا در این راه مقدس فدا کنم. جعفر بارجی با آنکه هنگام پیروزی انقلاب بهمن 14 سال بیشتر نداشت، از جوانان فعال مشهد در جریان انقلاب بود. در جریان این فعالیت‌ها، هنگامی که با مجاهدین آشنا شد، با تمام قوا به آن پیوست و به تلاش در جهت آرمان‌های مجاهدین خلق ایران پرداخت. جعفر به خاطر همین فعالیت‌ها در شهریور 60 توسط پاسداران رژیم خمینی دستگیر شد و زیر شکنجه قرار گرفت و سپس مدت 3 سال را در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر برد. اما پس از دوران زندان در بهمن 65 به نوار مرزی ایران عراق رفت و به مجاهدین پیوست. جعفر در همان زمان در وصیت‌نامه خود به تاریخ اردیبهشت 66 نوشت: سخنی نیز با پدر و مادر مهربانم و سایر خیشان دارم. شما خود به خوبی شاهد بودید که تنفس و زندگی در جامعه تحت ستم خمینی بدون ارتباط با مجاهدین چقدر برایم دردآور و کشنده بود. اکنون خوشحالم که عاقبت به مقصود حقیقیم دست یافتم و معنای زندگی واقعی را که همان عقیده و جهاد است دریافتم. من به دنبال بهار، من به دنبال نسیم، من پی یافتن دشت های سرسبز و بزرگ، پشت این کوه بلند، پشت آن کوه سترگ، پا برهنه زیر پا بوته خار، اما عاشق بهار. از آن پس جعفر در ارتش آزادی با تمام توان برای آزادی ایران جنگید و از جمله در عملیات های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان شرکت کرد. جعفر قهرمان در یکی از نامه‌هایش در سال 81 نوشته بود: تا آنجا که در توانم هست و با تمام وجودم، تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون در راه رهایی خلق اسیر و در پرتو مهر تابان ذره‌ای کوتاهی نخواهم کرد. اما پرشکوه ترین فراز زندگی جعفر دوران 8 سالی پایداری در اشرف است، اشرفی که برای او تجسم همه آرزوهای مردم ایران و پرچم افراشته عزت و شرف میهنش بود و سرانجام نیز خون جوشانش را نثار خاک آن کرد.